جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل از سیاتل همراه ما هستند. جناب روشندل، ادبیاتی که استفاده شده بسیار ادبیات متفاوتی هست. در واقع چه شده کشوری که 40 سال در سطح دستور سیاست خارجی رو آمریکا ستیزی قرار داده، فارغ از منافع ملی، فارغ از هزینه و فایده و ادبیات اینچنینی در روابط بین الملل، چه شده که این تغییر نگرش ایجاد شده از طرف آقای صالحی؟ درود بر شما. من فکر کنم شما به نکات خیلی مهمی اشاره کردید، به خصوص اگه در نظر بگیریم که همین یکی دو هفته اخیر سخنان آقای ظریف هم کم و بیش در همین مایه ها هست، میتونه چند دلیل داشته باشه این حرفا و یا این تغییر تون سخنان یک فردی که رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران بوده، وزیر امور خارجه ایران بوده، نماینده ایران بوده در آژانس بین‌المللی و چندین مقام و منصب دیگه داشته، که نشون میده که بدون داشتن ارتباط نزدیک با سطوح بالای حاکمیت و حتی رهبری نمیتونست این مدارج رو پی بکنه. حالا با توجه به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی در یک وضعیت بسیار سختی گیر کرده که خروج از اون به این سادگی ها نیست، شاید یک کسی پیدا بشه حرف ایشون رو بپذیره که بهتر بود ایران در زمان مادلن آلبرایت وزیر خارجه دولت بیل کلینتون حرفای ایشون رو مثبت تلقی میکرد و همون رو مذاکرات پایه مذاکرات قرار میداد. حالا به یک تعبیر میشه گفت که واقعا ایشون داره به دولت و به نظام جمهوری اسلامی توصیه میکنه که بحث سر 7 میلیارد دلار فایده نداره، چون اون پولا باید بره به سوئیس و بعد وقتی برگرده به دست ما مقدار زیادیش از بین میره، حرفی که خودشون زده. یا اینکه فایده نداره که در مورد چیزهای جزئی صحبت بکنیم و بایستی که ما بشینیم با ایالات متحده در سر مسائل کلی صحبت بکنیم، و تازه این خواست روسیه و چین هم هست که متحد استراتژیک ایران تلقی میشن. این به نظر میاد که یکی از سیگنالایز که داره ایشون میزنه، و شاید هم اظهارات آقای بلینکن چند روز پیش یک مقدار نگرانی های ایجاد کرده که ممکنه آمریکا دست به اقدامات حادتری بزنه. جناب روشندل، در بخشی از اظهارات ایشون اشاره کردن که اگر هژمونی آمریکا تا 30 سال آینده هم در واقع از دست نره و افول نکنه، در آن صورت چه؟ آیا فکر نمی‌کنید در واقع 40 سالی که جمهوری اسلامی هزینه داد، چه در سیاست داخلی چه در سیاست خارجی، بابت امریکا ستیزی، در واقع 40 سال زمان بسیار طولانی برای این درک این مسئله بود که افول هژمونی آمریکا حداقل در 1 سال حداقل رخ نخواهد داد؟ بله، این تجربه دردناکی هستش. تا به حال جمهوری اسلامی دائما وعده مسجد کردن کاخ سفید یا نابودی اسرائیل رو داده، امروز فردا 25 سال دیگه و غیره. حالا ایشون از داخل خود سیستم داره میگه حالا اگر 30 سال دیگه هم نشد ما باید چه کار بکنیم؟ آیا باید به اضافه این 40 سال 30 سال دیگه هم عمر ملت و ثروت ملت و امنیت ملت رو با مخاطره مواجه بکنیم و با امید این باشیم که این هژمونی میخواد تغییر بکنه؟ و اگر نکرد ما خسر الدنیا و الاخره هستیم، یعنی جمهوری اسلامی است که اینجا بازنده قضایا خواهد بود و همونطور که تا به حال 44 سال بازنده قضایا بوده در رابطه بین المللی. و به هر حال یک طرف من میخوام مثبت نگاه کنم، میگم کاش که یک کسی به این حرفا گوش بکنه، ولی یک طرف دیگه میگم شاید دولت حتی از این حرفا داره استفاده میکنه که اوضاع داخلی رو کنترل بکنه، فردا قیمت دلار 2 تومن بیاد پایین، 1 تومن بره بالا و یک جوری مردم رو ساکت بکنه، به خصوص با در نظر گرفتن اینکه جنبش مهسا داره به 1 سالگیش نزدیک میشه و مملکت ممکنه از کنترل خارج بشه.